سلام بر شما در فراخبر. انتظارهای بی پایان برای بازگشایی مکتب‌های دختران. انس حقانی میگوید که مسئله بسته ماندن مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم دائمی نخواهد بود، اما دختران دانش آموز از ناامیدی، دلسردی و از آینده ناروشن سخن می‌زنند. آیا نزدیک به یک سال فرصت برای بازگشایی مکاتب کافی نبود؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان برنامه: توریالای همت، آگاه سیاسی و نظیفه جلالی، مدافع حقوق زنان با ما وصل هستم. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای همت، در آغاز امارت اسلامی گفته بود تا امر ثانی مکاتب بسته میمانند. بعدها آقای انس حقانی در خوست گفت که مکاتب به زودی آغاز خواهد شد، و حالا آقای انس حقانی میگه که دائمی نخواهد بود. شما چه برداشت دارین از این موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سپیر صاحب، زتا تا و نظیفه جلالی صاحب تا و د طلوع تلویزیون محترم و کارکوونکو لیدونکو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکات و سلام. دا یوازې د انس حقانی خبره نه ده، دائمی بندیدل خو د اسلام سره، افغانانو سره، د افغانستان د مظلوم مزنانه و مردانه و سره، او راتلونکي نسل سره جفا و ظلم ده چې دائمی بندي سي. دائمی بندیدل خو موضوع نه میفهمه. دائمی بندیدل هیڅ چانه دی ویلی، او یوازې د انس حقانی خبره نه ده، د الله او د رسول او د ټول اسلامي امت په دې متفق ده چې په نورو ښځه باندې تعلیم ضروری ده او باید تعلیم وکړي، که هغه دینی وي او که عصري وي او که ساینسي وي، دا په دواړو باندې یعنی ضروری ده. این شرایط میتونیم جبران کنیم یک سال که گذشت، نزدیک به یک سال؟ یاره ده که شک نسته، انسان خو کل بنی آدم خطا و خیر الخطایین توابون. ده که شک نسته دای اجتهادی بنا باندې دا کار شوه، او اجتهاد هم دته وایي چې په یو مسله کې سړی کوي که هغه ثواب سي سل نمرې وړي، او که هغه غلط سي او خطا وي نو هغه 50 نمرې وي. نو موږ امر ثانی پورې ویلو دا ممید نه و چې دونه به اوږدیږي او دومره به طول کاږي. نو موږ ویلې دا موقت وخت لپاره در، که څنګه انس حقانی چې ویلي حقیقت هم دا ده. زه اوس د تاسې هغه نه بیا په اسلامي امارت غږ کوم، او انشاءالله چې 15 د سنبلې پورې چې دا ګرمسیر مکتبونه رخصتی شروع کیږي، ګرمسیر چې یو میاشت ورته پاتې څه باندې، نو دا به انشاءالله هغسې. دا اوس هم چې کوم د موږ مشران قندار ته تلي، نو د نورو خبرو تر څنګ غټ هغه همدغه د مکتبونو د زر خلاصېدو غوښتنه ده، لکه څنګه چې په علماو شورا کې کتبی ټولو اکثرو لیکلي وو، او انشاءالله چې دا زیری به ډیر زر خلک واوري، او نور به دا د مکتبونو دروازې خلاصیږي او بندې به نه پاتې کیږي. شما امیدوار هستین که بزودی؟ بالکل، دا د موږ باندې لازم ده، او که موږ دا د ده مخالف وای بیا پانتونونه هم بندول، بیا د اول نه تشپګر هم بندوه، لکه تیره دوره د اسلامي امارت کې ټول بندو د ښځو پانتونونه او څم بیا، او په دې دوره کې خو مزار و هرات و تخار و او په قندوز کې خو خلاص ول، او دا په تیره دوره کې ټول بند ول. اوس خو دا منځ کې او هغه هم امر ثانی پورې و. تشکر. بانو جلالی، شما به برنامه خوش آمدین. آقای همت در آخرین تحلیلش گفتن که امیدوار هستن که باز خواهد شد. شما هم فکر میکنین که دائمی نخواهد بود؟ به گفته آقای انس حقانی این موضوع به زودی حل خواهد شد. بسیار زیاد تشکر. سلام و احترامات را تقدیم میکنم بر شما و همت صاحب و تمام بیننده های تلویزیون طلوع نیو. ببینین برادر محترم، موضوع یا اینمی گپ بسته شدن مکاتب دخترها از آل دیگه از امیدواری گذشته. اول به گفته شما و در چند برنامه دیگیم که ما اشاره داشتیم، اینمی یک سال که بالای دخترها گذشت، ایره کی جبران میکنه؟ اشکای از این دخترها را کی جبران میکنه؟ دخترهایی که به تکالیف روانی گرفتار شدن اونا را کی جبران میکنه؟ مثلا یک 4 دختری که در حوزه جنوب غرب اینا خودکشی کردن یا در ولایات دیگه، ایره کی جبران میکنه؟ از اینا کی معذرت میخواه وقتی که از دست رفته؟ ایره کی جبران میکنه؟ ای اصلا جبران نداره و ای یک نوع باجگیری است، یک نوع زور نشان دادن بالای ملت افغانستان است، که یعنی هر قسمی که ما بخواییم این قسم خواد شد، ملت حق نداره. چرا 34 میلیون نفوذ افغانستان به یک صدا از امارت اسلامی میخواه که دروازه را بر روی دخترای ما باز بکنین، لیکن امارت اسلامی جواب نمیده. بله. موضوع مشکل مالی نیست، موضوع اما شما نصاب بانو جلالی، شما از باجگیری و زورگویی، اینکه این وقت جبران، حالا جبران شدنش امکان نداره که جبران شود، از او سخن میزنین، ولی امارت اسلامی از
اسلام صحبت میکنه و میگه که ما به اساس چارچوب اسلام برخورد میکنیم و حق زنها را میتیم، حق دخترها را میتیم و انکار نمیکنن، میگوین. خب حالا که تعویق افتاد و ادامه داره، از دیدگاه اسلام فکر میکنین چطور این موضوع ارزیابی میشه؟ شما خودتان هم آگاهی دارین به این مسئله، مطالعه دارین؟ بله بله بالکل. ببینین از لحاظ دین مبارک اسلام، ما در یک برنامه دیگه هم بحث کرده بودم که ببینین شروع اسلام در سپاری سیوم با سوره علق که آیت اول استک و خداوند جل جلاله در قرآن عظیمشان می فرماید اقرأ بسم ربک الذی خلق، و شروع کن به نام پروردگاری که انسان را خلق کرده، ای جهان را خلق کرده. ببینین بریم به تفسیر از این آیات بپردازیم. چرا خداوند از یک جای دیگه شروع نکرد که از اینجا شروع کرد؟ خداوند جل جلاله به قلم قسم یاد میکنه. چرا یاد میکنه؟ یک بار از خود سوال بکنیم، در سپاری 29 در سوره قلم آیت اول خداوند جل جلاله به قلم قسم یاد میکنه. در سوره زمر آیت 9 خداوند جل جلاله میفرمایه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدها احادیث ما داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راجع به طلب علم بالای هر مؤمن مسلمان صدا میزنه که علم را بیاموزین، جستجو بکنین، یاد بگیرین. یعنی در اسلام هیچ نوع ممانعت وجود نداره. چی توجیه اسلامی میتونه داشته باشه؟ یک موضوع. موضوع دوم از لحاظ اسلامی که من اگر سر حجاب زنا گپ بزنن، من بارها در برنامه هایتان گفتیم زنای افغانستان، مردم افغانستان، ما در 34 ولایت افغانستان کار کردیم، مکتب در مکتب گشتیم به خاطر توزیع مواد یا ترینینگ یا دیگه و دیگه. هیچ دختر افغان را ما بدون حجاب ندیدیم. یادم میاد صنف 7 مکتب بودم، یک زمان چادر خرد پوشیده بودم، استاد کیمیا بر من اجازه نمیداد که در داخل صنف بیایم به خاطر ازی که من چادر خرد پوشیده بودم. بر من میگفت که چادرت باید کلان باشه. یعنی ببینین ما مسلمان هستیم، 34 میلیون نفوس افغانستان کافر نیستن، کلگی سنت و فرهنگ افغانستان بر شما معلوم است. شاید یک دو سه نفر اگه حجابشان نامناسب است، او سه نفر نمایندگی 34 میلیون نفوس افغانستان نمیکنه و باز اینقدر ضربه بزرگ به اینقدر ضربه بزرگ به معرف افغانستان زدن ارزشش نداره. این دیگه مثلا موضوع دیگه موضوع محیط بود. مکاتب دخترانه و مکاتب پسرانه جداگانه بودن. مکاتب خصوصی اگر یک تعداد وام در کابل یک جا بوده باشه، ما در مکاتب خصوصی قندهار رفتیم دیدیم، ما مکاتب خصوصی بدخشان دیدیم، ما مکاتب خصوصی ولایت زابل دیدیم. تا صنف 3 اگر دخترها و بچه ها یک جا بوده که سنایشان خرد بود، موضوع شلایده صنفای کلان ما ندیدیم. در کابل اگر این موضوع بود، امارت اسلامی میتونست اینمو مکاتب کلانایش بخواه، رهبرها یا مؤسسینش بخواه، بهشان بگویه که یک ماه وقت دارین صنفا را جدا بسازین. گرنه آیا این ضعف امارت اسلامی را نشان نمیده که در یک سال اینا نتانستن یک پلان جور بکنن، اینا نتانستن محیط آماده بسازن، اینا نتانستن میکانیزم درست بسازن، در صورتی که مشکل اقتصادی نبود، در صورتی که مشکلات اسلامی و جامعه نبود؟ برمیگردم به شما آقای همت. خود آقای انس حقانی میگه که دولت نو تشکیل است و 30 تا 40% کارها پیش رفته، تکمیل شده، کارهای میگه البته 40% کارها باقی مانده که انجام شوه. یک سال گذشت، 60%، حالا فرض بگیریم 60% کار انجام شد. حالا که 30% کار باقی مانده، شما گفتین که به زودی باز میشه، امیدوار هستیم، یک سال دیگر طول نخواهد کشید؟ ما خبرت پیش گفتم مخکی میولی چه این زلال 15 ده سنبلی چه دا گرمسیر مکتبون خلاصیگی، دیر احتمال داستا دا چه گرمسیر خو خلاصیگی دو سر با انشالله دا سرسیرم کدری میشتی کچلور میشتی دابم آغاوی، و کنی خدای نخواسته خدای نخواسته آغا که کلک آغاوی خدا یقینی انشالله دا چه 15 مغا پوره با دا خلاصیگی. زیو دو خبر کوم او د نظیفه خورت هغه دی لپاره چې دا یو شرعي مسؤلیت زه لرم، ځکه دې چې علم کړی ما 15 کاله د قرآن تفسیر درس ورکړی، یو ویل دی یو درس ورکول په زرګونو. قرآن کې خدای وایي چې لا تقنطو من روح الله، په صورت یوسف کې چې تا یوسف علیه السلام پلار سترګې وړاندې سوې، بیا هم زامنو ته وویلې چې تاسې ځئ خو د خدای رحمت نه مایوسه کېږئ، ناامیده کېږئ مه. جلالی صاحب وایي چې امید مه خو قطع شده خلاص، امید نه قطع کېږي، دته د ګور پورې سړی باید
کوشش وکړي. دویم خبر د دا خبره وکړه چې دا د مونږ خویندې دي، دا د مونږ لورګانې دي، دا خو دا معنی لري چې مونږ زور خپل ملت ته ښیو. مونږ زور هغه د ټولې دنیا ته معلوم ده، د ملت زور د خدای زور، د ملت مونږ سره و، خدای مونږ سره و، ملت مونږ سره و. مونږ کوم زور نه لرو، مونږ چې څومره هغه کو په دې ملت یې کو 45 باندې، نو دا د مونږ لورګانې دي، خورګانې هم دي، دا مکتبو ته چې ځي دا خو داسې معنا لري او نظیفې خورې مثل کسې کې پدرې خو د میزنه وزوره به تربورې خود نشان میده. څوک چې خپل پلار وهي او زور تربور ته کوي دا خو ډېر قمقل سړی، مونږ قمقلان نه یو. دا عین له وهلو هم بدتر دي چې دا یو کال یا څو میاشتې درې میاشتې دو دروازې بندې شوې. راځمه خبرې ته، بله نه همدغه خبرې ته راغلم. یو خطرناکه خبر ده چې ډېر صحابه کرام داسې تیر شوي، ښځې او نر د خالد بن ولید په شمول او د نیر ډیر صحابه کرام چې نه لیکل زده و نه لوستل. حتی رسول الله اسلام چې کله دنیا تم کوم ځای کې چې لوستلو لیکل کړي دی په معجزه کړي، دا خو بیا تهمت په ټول هغه ټول بیا ګناهګار تلی. دا د خپل هغه صحیح کې لږ ذره او ډیر مفتی دی نه جوړیږي، نور دردمنه ده، مسلمانه ده، عالمه ده، خو مفتی اوس دی ځانه جوړ کړه. مفتی کې دا شاید علم ضرور ده خو فرض عین نه ده. که فرض عین شي معنا دا ده چې ډیر صحابه کرام دي مونږ تلی دي. احمدشاه بابا مور بې سواده ده تلی ده، د سلطان محمود غزنوي مور تلی ده. دا د لږ خپل خبرې اصلاح کړي. دویمه خبر دا ده چې زه وایم چې قل ازواجک، قرآن کې خدای وایي، سورت احزاب کې پیغمبر ته وایي، د پیغمبر ښځې امهات المؤمنین د افغاني ښځو نه، افغاني ښځې ټوله دنیا کې حیاداره دي، خو د رسول الله ښځې له دونه هم حیاداره وي. هغو ته خدای پاک وویل قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیغمبر ښځو ته یې ویلې، د پیغمبر لورګانو ته یې ویلې، روقیه ته، فاطمې ته چې د جنت سرداره ده، هغې ته وایي چې ته پرده وکو. نو دا که اسلامي امارت امر بالمعروف افغانانو ته ویلې ګناه خو نه سو کنه وخورې په ده تا ته زور در کې زه اوس مانځه ته روان یم، ته ماته وایي راځه مانځه ته، زه باید نور هم خوشحاله سم. زه تا ته ونویم چې زه خپله مانځه ته ځم، ته ولې راته وایي؟ دا غرضي و مرضي خلک دا خبرې کوي چې اسلامي امارت دا وایي چې حجاب وکو. د خدای امر د خدای د پیغمبر ښځو لورګانو ته ویلي. اوس راځم د تا د سوال جواب ته. د تا سوال جواب دا ده، اسلامي امارت غړی زه یم، زه پرې غږ کوم بیا هم چې د خدای لپاره څنګه دی چې پانتون اجازت ورکړی، څنګه چې دغه خارو کې ګرځي هغه اکثره جنکۍ رښتیا هم ذهني بیچارګان مشکلات ورته پیښ شول، په بازارونو کې ګرځي هغه ښه ده چې مکتبونو کې ملت در سره دا وعده کوي. په ملت هم غږ کوم چې ملت بیا مرضي او غرضي خلک هم ونه غولوي. بالکل چې څه راته اسلامي امارت وایي، یو حجاب واچو، دوه واچو، درې واچو، او دا د په حجاب کې به راځي. کوم شرایط چې دي ملت یې مني در سره و اسلامي امارته، نور مرضي او خرضي خلک ځان نه وباسه او ملت کې به څوک نه پریږدي. دواړه خوا دې سره جوړي مکتبونه دې خلاص. کسانی که از اعضای مقامات ارشد امارت اسلامی اظهار امیدواری کردند، از جمله آقای ملا برادر در مورد بازگشایی مکاتب، و در 24 میزان سال پیش سال 1400 سازمان ملل گفت که طالبان وعده دادند که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به زودی باز خواهد کرد. بانو جلالی در مورد اینکه گفت امیدوار نیستن قطع امید کردن، ولی دختران دانش آموز که ما گزارش داریم پوشش میتیم میگن که ناامید شدن، تکالف روحیشان بیشتر شده، در مورد سرنوشتشان نگران هستن که زمان هدر میره. گورا زد بیام داوی ما دا زمان هدر زی الله دیمونگ تا مافی وکی وسم ویو خدا به نور منگ نپری دو اگدوالی تا دی اسلامی امارت غری طولم اغه کوم خلګي چې مخالف دي غوم عقل به سر ته راغلی، او ان شاء الله چې معاملې 15 د سمبلې پورې او دا ما د یو بل برنامه کې میلمانه وو، او د ویل زبر شکرانې مونږ وکم وز د حاجت منځونه وکي، دعاګالې دی وکي، د شپې د ورځې ټول افغانان چې اغه کوم خلګو چې د زړونو کې لګ اغه د فهم نه دغه سوی اغه ته د خدای دغه څه فهم ورکي چې دا علم رڼا ده او بی علمی تاریکی ده. ترقی د ملک او رفاه او سهولت دا په څه باندې راځي؟ په علم راځي. چې علم نه وي په جهل باندې وروسته پاتې کیږي، جهل باندې ترقی نه راځي، دښمنی مشکلات دا چې ختمیږي په علم ختمیږي، او دا چې څومره نفرت منځ کې پیدا کیږي دا د جهل نتیجه. بسیار زیاد تشکر بانو جلالی. حالا با توجه به صحبت هایی که آقای همت داشت اظهار امیدواری میکنن، به شما هم توصیه کرد که ناامید نشین، و در کنارش فکر میکنین در آستانه یک سالگی امارت اسلامی قرار داریم، آیا امیدها برخواهد گشت فکر میکنه؟ ببینین ما از لحاظ سنی یا از لحاظ از اینکه همت صاحب از علمای دین هستن، من احترامشان ندارم و هیچ وقت
مشکل شخصی هم رای ایشان نداشتیم. بدون شک خداوند جل جلاله میگه که شما از رحمت من ناامید نشین و ما هیچ وقت از خداوند ناامید نبودیم و نیستیم و دایندام نخواد شدیم. درست. ولی ما از امارت اسلامی ناامید هستیم. چرا ناامید هستیم؟ من میایم برتان دلیل میگم. ببینین ما تمام دلایل منطقی خود گفتیم که مثلا مشکل نیست، هیچ نوع مشکل خودشان هم گفته نتانسته، هیچ نوع دلیل خودشان گفته نتانستن، پس چرا مکاتب بسته است؟ اگر موضوع امروز به صبح میشه، فکر بکنین یک شخص میای برتان میگه که من یک پیاله او برتان یک ساعت بعد میتم، یک ساعت تیر میشه نمیتم، میگه صبح برت میتم، سبام نمیتم، دیگه صبح برتان میتم، دیگه صبح، دیگه صبح، و بالاخره یک سال تیر میشه، بازم شما امیدوار به مو شخص میباشین؟ این بسیار یک موضوع باریک است به خاطر ملت افغانستان، به خاطر زنای افغانستان. شما میگین که حکومت ما میخواییم همه شمول بسازیم، کل افغانا باید دست به دست هم بتن، افغانستان آباد بسازن، پس این آباد ساختن نیست، تو دروازه معرف را بستک و آیا این آباد ساختن است؟ خوی خو آباد ساختن نیستک و امیدها زمان برمیگرده که حداقل شما به وعده خود وفا بکنین. یکی از خصلتای منافق ایستک که وفا به عهد نمیکنن. خود همت صاحبی موضوع را میفهمن. شما وفا به عهد بکنین که ما امیدوار شویم، زنای افغانستان هم امیدوار شوند. ما خود کدام اعلان جنگ نکردیم و موضوع حجاب را گفتن. من نمیگم که دخترای افغانستان باید به حجاب شوند، من نمیگم که من باید به حجاب باشم و من حجاب خوش ندارم. کل دخترای افغانستان به یک صدا گفتن که ما به جای یک حجاب دو حجاب مندازیم، سه حجاب سر خود مندازیم، مقصد اجازه بدین که ما بریم درس بخوانیم. حالا موضوع حجاب و موضوع از اینکه شما باید میکانیزم ایجاد میکردین، ماده هایتان رو بر دخترای افغانستان میگفتین که نقسم حجاب به این رنگ، من فکر نمیکنم از رنگ سیاه کده کدام رنگ رسمی و کدام رنگ ساده و سنگین دیگه در دنیا وجود داشته باشه. رنگ لباس دخترای مکتب افغانستان سیاه بود، چادرهایشان سفید بود. اگر میخواستین چادرشان هم سیاه باشه، چادر سیاه دو متر نی سه متر میپوشن. حداقل اجازه بدین که درس خدا خوب بخونن. زمانی که شما وفا بعد بکنین اونو زمان است که امیدای ما خات آمد، لیکن در صورتی که نه دلیل منطقیش معلوم خب است مشکل در نهایتش به کجا وصل میشه؟ انتهای مشکل در کجاست؟ خب با توجه به اینکه همه طرف ها میخوان، آقای همت هم میخواید که اینجا در بحث هستند و علمای دین که در ولایت های مختلف ما گزارش هایش را داشتیم گفتن، سرا صدا بلند کردن که گفتن مکاتب باید بازگشایی شود، ای به سود کشور است. و امروز هم همین استادان دانشگاه را گزارش را داشتیم، اینا هم گفتن که بسته ماندن مکاتب یا تعویق افتادنش به سود کشور نیست. فکر میکنید مشکل در کجاست که بازگشایی نمیشه؟ حالا مقامات امارت اسلامی گفتند که اعضای رهبری تصمیم میگیره، گرچند یک کمیته 6 نفری هم تشکیل شده بود قبلا. بله، بسیار زیاد تشکر. ببینین برادر محترم، اعضای رهبری، پس وزیر معارف شما چی کار استک محترم؟ معاون معارفتان چی کار است؟ ویاند یا سخنگوی معارفتان چیکار است که میاید برنامه میشینه میگه که بر من اگر امر شوه من در طول یک ساعت تمام مکاتب افغانستان زنگ شخاط زدم؟ اونا خیلی چیکاره هستن؟ شما که اینمی گروه 6 نفری شیشتین، اگر اینجا کدام منافع سیاسی نباشه، اگر اینجا کدام معامله سیاسی نباشه، این خب موضوع مردم افغانستان است، چرا با مردم شریک نمیشه؟ آیا مردم حق ندارن به حق شرعی خود، به حق حقوقی خود نظر بتن، رای بتن، او را تایید بکنن یا رد بکنن؟ آیا مردم در این امر هیچ مداخله کرده نمیتونن؟ اگر شما واقعا زور به مردم افغانستان نشان نمیتین، اگر نظامتان واقعا استبدادی نیست، اگر واقعا شما از پاکستان امر نمیگیرین، اگر واقعا علمای پاکستانی نمیاید موضوع شما مداخله نمیکنه، منتظر امر از اوج شما نیستین، پس چرا شما ملت دخیل نمیسازین؟ چرا از استادای پانتون استفاده نمیکنین؟ چرا از علمای خود افغانستان استفاده نمیکنین؟ چرا در کمیته تان از علمای زنای افغانستان کسی نیست؟ در افغانستان ما زنایی را داریم که سعیس اگر مفتی نیستند، لیکن درباره دین خود، درباره مذهب خود، درباره کتاب خود خود معلومات دارند، میتونند حداقل نظر بتن، چرا از اونها استفاده نمیشن؟ بسیار زیاد تشکر. پاسختان چی است آقای همت؟ خود امارت هم گفته که بخواستایش مردم اسلامی امارت منگ دیر خپای منگ دیر سر دیس معلوماتون منگ لرو چه دیر و خلق خپل کرون دلتا کرای ورکدی مزار و هرات تا تیلی چه لرگان مکتب افغانان دی مکتب غصر اغلری دغا خرچه دی منگ پینا لوریگی چالتا پپر اغو کی دیر و خلق یا
یو ځای بل ځای ایران او پاکستان ته لاړل. زه وایم په دې کې فرق دی، یو انکار ده او یو نه کول. یو سړی دی مونږ نه کوي، بیخي مونږ نه کوي، پیدا شوی مونږ نه کوي، خو مني چې مونږ فرض ده دی کافر کېږي نه. خو یو سړی ده مونږ کوي، شپه ورځ پنځه وخته مونږ کوي، خو مني نه چې فرض ده هسې ورزش کوم دی کافر ده. مونږ دا به مشکل و که مونږ مننه، که مونږ د تعلیم مخالف وای پوهنتونونه بیا بندول، بیا اول نه ته شپږم هم بندو، بیا کورسونه هم بندول، بیا نور هغه هم بندول، بیا دغه څو ولایتو کې چې خلاصو دا دونه وخت دام بیا بندول. نو دا یو ښه هغه ده چې مونږ انکار نه ده کړی، او مونږ صرف څه شی کړی ده انکارم نه ده کړی، انکارم تر اوسه نه ده کړی، انکار به کوو، ای کارم ای کنیم، خو انکار نه می کنیم. سیاسي شوده میگن نه نه، خبره سیاسي نه ده. دویم دا چې افغانستان یو مستقل او حر او آزاد هیواد ده، نه د پاکستان نه د بل چا، نه فرمایشات منو نه اوامر، مونږ مستقل هیواد یو. او سید مشهورې به اورو، پاکستاني علما راغلي وو مونږ ته ویل، مونږ واورېده د هر چا مونږ اورو چې شیطان مونږ ته یو ښه خبر کوي مونږ وی کور دی آباد، او چې ملایکې پرشته یي چې بده خبر کوي مونږ وی رنګ دی ورک سه. دو ملایکې په بابل ښار کې راکوزي شوي وي، خلکو ته جادو ښودله چا چې تیز ده کو جهنم ته تله، او شیطان چې هغه د آیات کرسي باره کې دا څو ځل مې ویلی، او بخاري شریف کې حدیث ده چې هغه ویلی چې آیات کرسي شپې وایي ته سبا د مونږ شر نه محفوظ یي، که سبا یې وایي ته به اکامه. نو زه نظیفه جلالي خور ته وایم چې شیطان وي، دا خو لا پاکستانیان دي، هندوستانی دي، اسرائیل دي، خو چې وایي مکتب خوشه که مونږ وایي ښه خبر ده، ښه ته یې ښه وایو چې څوک د صلح خبر کوي چې د هر چا خولې نه وځي رحمت دي پي، د هر چا خولې نه چې د افغانستان د نقصان د تاوان د تعلیم د بندېدو خبر راوځي خلو بنده دل لعنتی. اگر جمع بندی بکنیم، فکر میکنیم چه زمانی بازگشایی خواهد شد؟ یک سالگی حالا در آسانه یک سالگی قرار داریم، آیا همین یک سال که تجلیل میکنه بر ان شاء الله خدا شای به بیا نظیفه خورد حقوق یغه بیا بالته ورته خبر جوړی، ولی چادری ته ورونه چولسو خزرونه وتلی چادری ته ورونه چو چادری چې د پاکستان هغه پیدا نه و چې دا چادری و، ولی ور ورته واچو بیا خلکو د پاکستان هغه د سبب بیا وای مونږ به شرایط ورته ږدو، خو نظیفه خور دی بیا په خپلو خبرو هم داسې کلکه ولاړی هغه شرایط صحیح د مخکې مول د کې شک نه خوار څوک یو مکتب یو رقم رنگ باسي یو رقم بل رقم، مونږ به شرایط ورته اسلامي ږدو. خو پنځلسم د سونبلې کې ان شاء الله ډیره زمي کوشش روان ده، او ان شاء الله کنه و مونږ ټول به بیا دغه سه نظیفه خور دا به مخکې مونږ به داسې ورپسې هم دغه سه انتقادونه به سالم کو. ډیر ځای کې اول دازه درته ناستم، ډیر ځای کې دسترخوان نه جګ شوي د موینانو رئیسانو د غون دسترخوان نه چې بالې مکتبونه نه خلاصوي چې خبرې خو دا خو کړي ډوډۍ مرته پریښې تي جګ شوي. دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اوس خو جنګ خور سره نشو کولی ټول کو، خو شکر چې ما تر اوسه نه ده اورېدلی چې د اسلامي امارت د رهبرۍ غړي یا ټیټ پایه خلک چې هغوی مخالف دي، د انکار یې کړی چې دا نه غواړو، او دی کړی ټول ویلي چې مونږ بالکل هغه کو. تر اوسه به د تقدیر خبر به وي، خو پنځلسم د سنبلې پورې ان شاء الله صبر هم دونه کړی، بیا د هم دا صبر په اسلامي امارت بیا غږ کوم چې نور هم مزلیلوي، او هر سړي ته مونږ زمریانو غوندې سره سره په هغه کې ټول مونږ ته لکه روبا ګیدړ غوندې. خو چې د تعلیم خبر چې اول ما تا ته ویل چې د تعلیم پښتنه خدای لپاره نور مانه مه کوه، نور مانه مه کوه، ځکه چې ذلیل کیږو هغه د خدای ذلیل کی چې چا دا 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 قصدي بند کړي، قصدي چا نه دي کړي، او دا سیاست او پالیسي د اسلامي امارت ده چې تعلیم رڼا ده په ښځو نور مونږ کوو، او بالکل خدا به یو امر ثانی پورې او اجتهادی مسله. تشکر بانو جلال، جنبندی شما را میگیریم. آقای همت گفت که به زودی تمام میشه، دیگر نگرانی بیشتر از ایره، دیگر نگرانی آن تمام میشه. ما با وجودی که گفتم از امارت اسلامی کاملا ناامید هستم، ولی خیر وقتی که همت صاحب میگن که پانزدهم سنبله، ما امیدوار هستم که در پانزدهم سنبله مکاتب دوباره باز شوه. یک موضوع. موضوع دومی که موضوع چادری را یاد کردن، امی خیره، امی زنای افغانستان چادری میپوشن، مقصد مکاتب ایلا بکنین. موضوع دوم. موضوع سوم، امی رهبرا یا امو گروه های شش نفری رهبری طالبا هر کسی که هستک، بلیاز خدا یک نفرتان بیاین یک دلیل منطقی بگوین، امو جواب نهایی تان بگوین، فاینل بگوین که از دخترای افغانستان چی میخواین که دخترای افغانستان امو کار بکنن که شما مکاتب بالاخره باز بکنین و سیاسی نسازین، مکاتب دخترانه را سیاسی نسازین. دیگه ما کدام گفتنی خاص ندارم، بله. چون یک سال میشه شما تکراری با توجه به صحبت هایی که شد در 15 سنبله امکانش هست که بازگشایی شود. امیدوار هستم، ما باور کردن نمیتونم به خاطر از اینکه یه امر ثانی تقریبا یک سال وقت گرفت، و ما ترس دارم از اینکه اینمی 15 ام سنبله باز کدام دلیل دیگه پیش نشه، چون تا حال دلایل منطقی اینا نداشتن. سپاسگزارم. دیگه بعد از این ما امیدوار هستم فقط که شروع شه. تشکر آقای همت. 20 ثانیه 15 ثانیه کم دارم. خب که 15 ثانیه است یا 5 ثانیه است
زه بیا هم دا وایم موږ به بیا ټول دغسې غږ کوو او دا ملت د بیا هم په اسلامي امارت باندې دا غږ کوم چې نور د خدای په خاطر او دا مکتبونه خلاص کړي چې څه شرایط دی. مخکې مې یو برنامه کې چېرته ویلي وو چې کمپلې ورواچوئ بلستنې ورواچوئ پټګي ووهئ پټګي دستار ورته وهو په یو سل کې 1500 کسان هم کېنو خو خلاص یې کوي. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. وقت بخیر.